نیویورک، کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد. گزارش گزارشگر ویژه ملل متحد. محکومیت اعدام‌ها و نقض حقوق بشر توسط دیکتاتوری آخوندی. فراخوان به آزادی زندانیان قیام و دستگیر شدگان اعتراضات. سخنرانی‌های نمایندگان کشورهای مختلف در محکومیت اعدام‌ها و اقدامات سرکوبگرانه رژیم علیه اعتراضات مردمی. فراخوان به بازدید بدون محدودیت گزارشگر ویژه ملل متحد از ایران. واکنش پرغیز نماینده فاشیسم دینی حاکم بر ایران نسبت به محکومیت بین‌المللی نقض حقوق بشر و اعدام‌های وحشیانه رژیم و مخالفت وی با مأموریت گزارشگر ویژه ملل متحد. اظهارات بهزاد نظیری درباره پرونده‌های نقض حقوق بشر و جنایات رژیم در زندان‌ها علیه دستگیر شدگان قیام. دادخواهی قتل عام 67، کارزار بین‌المللی مقاومت ایران. حرکت‌های اعتراضی غارت شدگان، کارگران، کشاورزان، دانشجویان و دانش آموزان علیه سرکوب و چپاولگری رژیم آخوندی. حمایت کنگره سراسری فدراسیون بین‌المللی کارگران حمل و نقل ITF از حقوق کامیونداران و اعتصاب سراسری آنها در ایران. ربودن هاشم خواستار، فرهنگی پرسابقه در مشهد و محبوس کردن او در بیمارستان روانی. خبرگزاری رسمی رژیم: کشته شدن دو بسیجی در یک کمین در منطقه سرباباد در کردستان. خبرگزاری باس نیوز در اقلیم کردستان عراق: در درگیری‌های کوهستان‌های سرباباد دست کم 4 عضو سپاه پاسداران کشته شدند. بلژیک: تمدید زندانی شدن اسدالله اسدی، دیپلمات تروریست حکومت آخوندی، توسط قاضی تحقیق برای ادامه تحقیقات قرار گرفتن در مقابل عدالت به خاطر طراحی سوء قصد علیه گردهمایی مقاومت در پاریس. سفارت آمریکا در بروکسل: زمان تحمل رفتار شرورانه رژیم ایران رو به اتمام است. کشورهایی که با این رژیم تجارت می کنند باید به معاملاتی که مشمول تحریم ها می شود خاتمه دهند. گزارشی از بحران حکومت آخوندی بر سر تن دادن به شروط FATF، انتشار نامه های پاسدار علی لاریجانی، رئیس مجلس ارتجاع به آخوند هاشمی شاهرودی، رئیس مصلحت نظام. نامه آخوندهای بسیجی باند خامنه‌ای در حوزه قم به شورای نگهبان. FATF در تضاد با قانون اساسی رژیم و منافع نظام آخوندی است. نجفی، سخنگوی کمیسیون امنیت مجلس رژیم: بسیاری از کشورهای دوست به صورت شفاف به ما گفتند که اگر به FATF نپیوندید، روابط دو جانبه دچار مشکل می شود. اظهارات مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان درباره ورشکستگی بانک‌های رژیم: بانک مرکزی اگر صلاح بداند اعلام ورشکستگی بانک‌ها را انجام می‌دهد. گرانی مواد خوراکی و آشامیدنی حداقل به میزان 1/3 نسبت به سال گذشته. اعلام تورم فزاینده خوراکی‌ها توسط مرکز آمار رژیم. شلیک مستقیم پاسداران جنایتکار خامنه‌ای در منطقه شپیران سلماس
به سمت گروهی از کولبران زحمتکش و کشته شدن یک کولبر و مجروح شدن شماری دیگر. گواهی تاریخی از نگاه و نطق‌های دکتر محمد مصدق، قسمت دوم، پخش در ساعت 21 به وقت ایران، 19:30 دقیقه به وقت اروپا. غارت شدگان مؤسسه کاسپیان وابسته به سپاه پاسداران در مقابل دادگاه انقلاب رژیم در مشهد دست به تجمع و اعتراض زده و علیه سران دزد و غارتگر رژیم آخوندی شعار سر دادند. ایرانی به هوش باش، ایران قانون ندارد. تجمع بالاختگان کاسپیان روبروی دادگاه انقلاب مشهد. کارکنان پالشگاه گاز بید بلند بهبهان به دلیل پرداخت نشدن 6 ماه حقوق خود تجمع اعتراضی برگزار کردند. روز پنجشنبه 3 آبان ماه کارگران رنگین نخ سمنان برای چندمین بار مقابل استانداری رژیم تجمع اعتراضی برگزار کردند. این کارگران زحمتکش نزدیک به 6 سال است که در انتظار دریافت حق سنوات و مطالبات مزدی خود هستند. کارگران سهامدار کارخانه ایران پوپلین رشت برای چندمین روز متوالی در اعتراض به تعیین تکلیف نشدن سهام خود در محدوده اداری این واحد صنعتی تجمع اعتراضی برگزار کردند. کشاورزان قحطریجان واقع در استان اصفهان در اعتراض به بی‌آبی و قطع حقابه و عدم پاسخگویی کارگزاران رژیم آخوندی تجمع اعتراضی برگزار کردند. حقابه‌داران و کشاورزان غرب اصفهان نیز در اعتراض به بی‌آبی و قطع حقابه دست به اعتراض و تجمع زدند. دانشجویان دکترای غیرپزشکی در اعتراض به مشکلات اشتغال دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دکترا مقابل مجلس ارتجاع تجمع کردند. جمعی از دانش آموزان پایه 12 متوسطه اهواز در اعتراض به زیاد شدن تعداد واحدهای درسی و زمان دوره تحصیل خود مقابل ساختمان اداره کل آموزش و پرورش خوزستان تجمع کردند. دانشجویان دانشکده حفاظت و مرمت دانشگاه هنر اصفهان در اعتراض به برخی از مشکلات صنفی و بیکفایتی مدیریت کارگزاران رژیم در این دانشکده در ساختمان مرکزی دانشگاه تجمع اعتراضی برگزار کردند. جمعی از غارت شدگان کیمیا خودرو در مقابل دادسرای جرائم رژیم در خیابان فاطمی دست به اعتراض و تجمع زدند. کنگره سراسری فدراسیون بین‌المللی کارگران حمل و نقل ITF حمایت از حقوق کامیونداران و اعتصاب سراسری آنها در ایران 1 آبان 97. نماینده اتحادیه بین‌المللی کارگران حمل و نقل در سوئد در سخنرانی خودش در این اجلاس از شرکت کنندگان خواست که از بیانیه اضطراری شماره 2
فدراسیون بین‌المللی کارگران حمل و نقل ITF در محکوم کردن حکم اعدام برای کامیونداران اعتصابی از طرف رژیم از رسیدگی به حقوق کارگران در ایران حمایت کنند. 44مین کنگره سراسری فدراسیون بین‌المللی کارگران حمل و نقل ITF که هر 4 سال یک بار برگزار می‌شود، امسال از تاریخ 14 تا 20 اکتبر 2018 در سنگاپور برگزار شد و تیان دبیر کل ITF مجدداً انتخاب شد. فدراسیون بین‌المللی کارگران حمل و نقل ITF بیش از 60 اتحادیه کارگران حمل و نقل را در اروپا و کشورهای مختلف نمایندگی می‌کند و دارای حداقل 16.5 میلیون عضو می‌باشد. شایان یادآوری است که با شروع دور سوم اعتصاب سراسری کامیونداران در ایران، فدراسیون بین‌المللی کارگران حمل و نقل ITF با صادر کردن 2 بیانیه حمایت بین‌المللی خودش را از این اعتصاب اعلام کرد. در تاریخ 2 اکتبر 2018 فدراسیون بین‌المللی کارگران حمل و نقل ITF در 1 بیانیه همبستگی خود را اعلام کرد و تأکید کرد که در کنار کامیونداران اعتصابی ایران ایستاده‌اند. همچنین در ادامه این بیانیه و به دنبال اخبار و اطلاعات در خصوص درخواست دادگاه قزوین برای حکم اعدام 17 کامیوندار دستگیر شده، فدراسیون بین‌المللی حمل و نقل ITF مجدداً یک بیانیه مطبوعاتی در این خصوص صادر کرد که در آن دبیر کل ITF به قوی‌ترین صورت تهدید اعدام علیه کامیونداران را محکوم کرد. این اطلاعیه در سایت ITF با عنوان ITF تهدید ایران به حکم مرگ در رابطه با اعتصاب کامیونداران را محکوم می‌کند منتشر شد. یادآوری می‌شود که در کنگره امسال فدراسیون بین‌المللی حمل و نقل ITF در سنگاپور، آقای جیمز هوا، پرزیدنت اتحادیه تیمسترز، بزرگترین اتحادیه رانندگان جاده‌ای آمریکا و کانادا که در برگیرنده 1,400,000 عضو در ایالات متحده و کانادا است، حضور داشت. اتحادیه رانندگان جاده‌ای آمریکا تیمسترز با شروع دور جدید اعتصاب گسترده و سراسری کامیونداران در ایران نیست در تاریخ 2 اکتبر 2018 طی نامه‌ای به نماینده حافظ منافع ایران در واشنگتن در آمریکا حمایت و همبستگی خود را با کامیونداران اعتصابی در سراسر ایران ابراز کردند و بر حقوق آنها تاکید کردند. اتحادیه کامیونداران و رانندگان جاده‌ای آمریکا مجدداً یک بیانیه مطبوعاتی از طرف پرزیدنت تیمسترز از واشنگتن صادر کرد و در آن بیانیه که آن را بر روی سایت تیمسترز آمریکا درج کرد، از طرف پرزیدنت آن اعلام کرد که ما از اعتصاب کامیونداران حمایت می‌کنیم و پرزیدنت هوفا از دولت ایران خواست که به خواسته‌های کامیونداران اعتصابی توجه و رسیدگی کند. در اجلاس امسال کنگره سراسری فدراسیون بین‌المللی کارگران حمل و نقل ITF، نماینده اتحاد بین‌المللی کارگران حمل و نقل در سوئد ضمن سخنرانی خودش به موضوع حقوق کامیونداران ایران و اعتصاب سراسری اخیر آنها اشاره کرد و طی سخنان خودش از شرکت کنندگان خواست که از بیانیه اضطراری شماره 2 ITF که ضمن محکوم کردن حکم اعدام برای کامیونداران اعتصابی خواستار رسیدگی به حقوق کارگران در ایران شده است حمایت کنند. در قسمتی از سخنرانی نماینده فوق آمده است: آقای رئیس، هیئت‌ها، خواهران و برادران، من از شما می‌خواهم که از لایحه اضطراری شماره 2 حمایت کنید. شرایط رانندگان حمل و نقل در ایران برای مدت طولانی است که دشوار بوده است، ولی حالا این شرایط وخیم‌تر هم شده. یک اعتصاب بزرگ کامیونداران در ایران وجود دارد و اعتصاب کنندگان با مجازات زندان طولانی مدت و حتی مجازات مرگ روبرو هستند، صرفاً به دلیل آنچه که ما حمل و نقل عادلانه می‌خوانیم. آنها از حقوق بنیادی و اساسیشان دفاع می‌کنند. این حق که آنها اتحادیه داشته باشند. آنها در اعتصاب هستند که به آنچه حقوق بنیادین است که به عنوان حقوق بنیادین حفاظت شده است دست پیدا کنند. اتحادیه کارگران حمل و نقل در سوئد مدت هاست که از حق اتحادیه های آزاد در ایران حمایت کرده است. جنبش جهانی اتحادیه های کارگری بارها به سازمان بین المللی کار به خاطر نقض حقوق کارگری شکایت کرده است. در ماه مهر رانندگان کامیون در 25 استان و 160 شهر به خاطر حقوق پایین، شرایط وخیم شونده کاری
و موانع فزاینده اداری دست به اعتصاب زدند. در 8 اکتبر ما مطلع شدیم که یک دادگاه استانی در ایران خواستار حکم اعدام برای 17 راننده اعتصابی شده است. این یک حکم غیرقابل قبول است. ما می‌خواهیم که دولت ایران یک توضیح علنی در این مورد همسو با بیانیه‌های سازمان بین‌المللی کار بدهد. خواهران و برادران، این یک سوال بسیار مهم است و ITF می‌تواند تغییری ایجاد کند. بنابراین از شما درخواست می‌کنم از لایحه اضطراری شماره 2 حمایت کنید. در این اجلاس 2400 نماینده از 140 کشور از بیانیه اضطراری شماره 2 ITF حمایت کردند. مجمع عمومی ملل متحد، کمیته سوم، گزارش گزارشگر ویژه ملل متحد برای وضعیت حقوق بشر در ایران، نیویورک، 24 اکتبر 2018، 2 آبان 97. محکومیت اعدام‌ها به ویژه اعدام نوجوانان توسط دیکتاتوری آخوندی، فراخوان به آزادی زندانیان قیام و دستگیر شدگان اعتراضات ضد حکومتی. The committee shall now hear a report by the special rapporteur on the situation of human rights in the Islamic Republic of Iran, Mr. Javed Rehman. Mr. Rehman, you have the floor. Mr. Chair, Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen. در جریان برگزاری اجلاس‌های مجمع عمومی ملل متحد روز چهارشنبه 2 آبان 97، کمیته سوم این مجمع جلسه ای را به منظور ارائه اولین گزارش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه ملل متحد برای وضعیت حقوق بشر در ایران برگزار کرد. جاوید رحمان در شروع سخنانش یاد عاصم جهانگیر، گزارشگر ویژه فقید ملل متحد درباره نقض حقوق بشر در ایران را گرامی داشت و گفت: Excellencies, as you are aware, I was appointed following the sudden passing of my predecessor, Asma Jahangir. I pay tribute to her significant and lasting contribution to human rights. من در پی درگذشت ناگهانی سلف خودم عاصم جهانگیر منصوب شدم. من به کمک‌های چشمگیر و ماندگار وی به حقوق بشر ادای احترام می‌کنم. گزارشگر ویژه ملل متحد در این سخنرانی نگرانی خود را نسبت به استمرار اعدام‌ها، به ویژه اعدام نوجوانان توسط حکومت آخوندی و سایر موارد نقض فاحش حقوق بشر از جمله اقدامات سرکوبگرانه رژیم علیه قیام کنندگان و سرکوب زنان، اقلیت‌های مذهبی و قومیت‌ها و مدافعان حقوق بشر ابراز کرد و به آزادی دستگیر شدگان قیام فراخوان داد و خاطر نشان کرد که گزارش او در مراحل اولیه مأموریتش آماده شده و تصویر کامل و دقیقی نیست. I appeal to the Iranian authorities to abolish the practice of sentencing children to death and to commute all death sentences issued against children in line with international law. وی به تازه ترین مورد از اعدام‌های وحشیانه زندانیان سیاسی زانیار و لقمان مرادی و رامین حسین پناهی توسط رژیم و اعمال فشارهای فاشیسم مذهبی به اقلیت‌های مذهبی و ملی اشاره کرد و درباره زانیار و لقمان مرادی و رامین حسین پناهی گفت: آنها ماه گذشته در بحبوحه نگرانی‌های جدی مبنی بر این که از محاکمه عادلانه برخوردار نبودند و در زمان بازداشت شکنجه شده بودند، اعدام شدند. 3 Kurdish prisoners, Zaniar and Lukman Muradi, Ramin Hussein Panahi, were executed last month amid serious concerns that they had not received fair trials and they had been tortured in detention. جاوید رحمان در بخش دیگری از سخنانش درباره قیام سراسری مردم ایران و اقدامات سرکوبگرانه رژیم و جان باختن شماری از قیام کنندگان گفت: در ماه‌های گذشته اعتراضات متعددی در سراسر کشور به نمایش گذاشته شد. اعتراض در ابتدای سال میلادی در پی سرکوب توسط نیروهای امنیتی منجر به کشته شدن شماری از افراد شد. وی اضافه کرد:
من همچنان در مورد سرنوشت افراد دستگیر شده در اعتراضات نگرانم و از حکومت می‌خواهم تضمین کند که همه آنهایی که به خاطر استفاده از حق آزادی بیان و عقیده دستگیر شدند آزاد شوند. In this respect, I remain concerned about the fate of those arrested during the protests and call upon the government to ensure that all those imprisoned for peacefully exercising their freedom of opinion and expression are released. گزارشگر ویژه ملل متحد همچنین نگرانی خود را نسبت به سرکوب و دستگیری مدافعان حقوق بشر و حقوق زنان، فعالان محیط زیست، بازداشت وکلای دادگستری به ویژه وکلای زندانیان سیاسی و فیلتر کردن تلگرام توسط دیکتاتوری آخوندی ابراز کرد. I am also gravely concerned by the recent arrest and treatment of a number of human rights defenders, other civil society actors and lawyers in Iran. در ادامه این جلسه نمایندگان شماری از کشورها نقض حقوق بشر توسط حکومت آخوندی از جمله اعدام‌ها و به ویژه اعدام نوجوانان، سرکوب و دستگیری قیام کنندگان و تبعیض و سرکوب علیه زنان و اقلیت‌های مذهبی و قومیت‌ها را محکوم کردند و خواهان بازدید بدون محدودیت گزارشگر ویژه ملل متحد از ایران شدند. Mr. Special Rapporteur, we are encouraged by the commitments made by the Islamic Republic of Iran on various human rights issues, which have led to some concrete results. نماینده اتحادیه اروپا در سخنانش گفت ما همچنان نسبت به وضعیت عمومی حقوق بشر در ایران نگرانیم. وی در سخنانش به برخی از موارد گزارش جاوید رحمان از جمله موج اعدام‌ها، تشدید سرکوب معترضان، مدافعان حقوق بشر و فعالان محیط زیست، روزنامه‌نگاران، فعالان شبکه‌های اجتماعی و بستگان آنها اشاره کرد. Norway deplores the high number of executions that are still being carried out. نماینده نروژ با اشاره به آمار بالای اعدام‌هایی که رژیم همچنان به اجرا می‌گذارد گفت نروژ با هر گونه استفاده از حکم اعدام مخالف است. ما به ویژه از استمرار به کارگیری مجازات مرگ در ارتباط با متهمان نوجوان تأسف می‌خوریم. ما همچنان نگران وضعیت حقوق زنان در ایران هستیم. محدودیت آزادی بیان در زمینه مطبوعات، اینترنت و فرهنگی همچنان امری رایج است. طی ماه‌های اخیر تعداد بالایی از روزنامه‌نگاران و کاربران اینترنت دستگیر شده‌اند. ادامه دستگیری‌های خودسرانه مدافعان حقوق بشر در ایران نگران کننده است. Canada is encouraged by the incremental progress made by Iran in several areas outlined in your report. Most notably this year, we welcome the significant drop in the number of executions, which appears to be primarily related to amendments to the anti-narcotics law. نماینده کانادا با اشاره به اعدام نوجوانان، دستگیری‌های خودسرانه متعدد، تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های مذهبی و قومیت‌ها توسط رژیم آخوندی گفت ما عمیقاً نسبت به نقض حق آزادی عقیده و بیان و حق انجمن و تجمع مسالمت‌آمیز به خصوص در دوران اعتراضات دسامبر 2017 و ژانویه 2018 نگرانیم. وی خواهان بازدید گزارشگر ویژه ملل متحد از ایران شد. Mr. Chairman, Mr. Special Rapporteur, let me begin my remarks by saying we are grateful for the late Asma Jahangir's lifetime of service advocating for universal human rights. Her work to show the true face of the Iranian. پس از آن نماینده آمریکا درباره فعالیت‌های عاصم جهانگیر فقید گفت اقدامات وی برای نشان دادن چهره واقعی رژیم ایران فراموش نخواهد شد و ما انتظار داریم جاوید رحمان به این فعالیت عالی ادامه دهد. نماینده آمریکا نیز با تأکید بر لزوم بازدید بدون محدودیت گزارشگر ویژه از ایران افزود ما قویاً حکومت ایران را به خاطر سرکوب شدید اعتراضات سراسری که در دسامبر 2017 شروع شد محکوم می‌کنیم. همانطور که در آخرین گزارش عاصم جهانگیر به آن اشاره شده بود، پاسخ حکومت شامل دستگیری هزاران معترض مسالمت‌آمیز و گزارش‌ها درباره سوء رفتار و مرگ‌های مشکوک در حین بازداشت بود. نماینده آمریکا افزود، زندانیان سیاسی در ایران با سوء رفتارهای وخیم و شکنجه مواجهند و تحقیقات درباره خودکشی‌های مشکوک همواره به نتیجه یکسان راه می‌برد. یعنی رفع تقصیر از نیروهای امنیتی و معرفی کردن قربانیان به عنوان معتاد.
Yet overall, only few substantial improvements have been achieved. The situation of human rights in Iran remains critical. Germany is deeply worried that executions still take place at a very high rate. In particular, for persons who are under the age of 18, نماینده آلمان وضعیت حقوق بشر در ایران را وخامتبار توصیف کرد و گفت آلمان عمیقا نگران آن است که اعدام‌ها به خصوص در ارتباط با متهمان نوجوان همچنان با نرخی بسیار بالا صورت می‌گیرد. Seriously concerned by human rights violation in many other areas as identified by the special rapporteur in his first report. نماینده جمهوری چک نیز بر لزوم بازدید بدون محدودیت گزارشگر ویژه از ایران و نگرانی کشورش از موج اعدام‌ها تأکید کرد و افزود ما به طور جدی نسبت به نقض حقوق بشر در بسیاری دیگر از زمینه‌ها نیز که توسط گزارشگر ویژه در اولین گزارشش مشخص شد نگرانیم. Se félicite des premiers échanges qui ont eu lieu entre le rapporteur spécial et les autorités iraniennes. نماینده سوئیس با اشاره به موج اعدام‌ها و استمرار اعدام نوجوانان توسط رژیم گفت کشور من قویاً این اعدام‌ها را محکوم می‌کند. Celle des personnes âgées de moins de 18 ans au moment de la commission de l'infraction. The United Kingdom shares concerns about the treatment of religious minorities, protesters, human rights defenders. نماینده انگلستان نیز در سخنانش گفت انگلستان در نگرانی‌ها نسبت به برخورد با اقلیت‌های مذهبی، معترضان، مدافعان حقوق بشر و فعالان محیط زیست اشتراک نظر دارد. Limits placed on freedom of expression, specifically crackdowns on social media users, journalists and their families. در جلسه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل، نماینده فاشیسم دینی حاکم بر ایران در واکنشی قیزالود نسبت به محکومیت بین المللی جنایات رژیم علیه مردم ایران گفت تکرار اتهامات علیه نظام ایران 4 بار در سال آنها را اثبات نمی کند. گزارش مورد بحث نتیجه یک مأموریت غیر سازنده است که به عنوان یک ابزار فشار طراحی شده است. وی در مخالفت با مأموریت جاوید رحمان، گزارشگر ویژه ملل متحد برای ایران گفت ما همچنان بر این باوریم که این مأموریت غیر سازنده است و تأسف می‌خوریم که گزارشگر ویژه خود را در میان این شوی سیاسی که هیچ ربطی به حقوق بشر ندارد می‌یابد. نماینده دیکتاتوری آخوندی در یک نعل وارونه وقیحانه و در واکنش به محکومیت سرکوب قیام و دستگیری قیام کنندگان توسط رژیم مدعی شد که تعداد تظاهرات مسالمت‌آمیز که در سراسر کشور به طور روزانه صورت می‌گیرد در چارچوب منطقه‌ای که ایران در آن قرار دارد بی سابقه است. در این جلسه همچنین نمایندگان شماری از حکومت‌های ناقض حقوق بشر از جمله دیکتاتوری جنایتکار بشار اسد و کره شمالی به دفاع از حکومت آخوندی پرداختند. سلام میکنم به بینندگان عزیز، هموطنان عزیزم در سیمای آزادی. رژیم آخوندی همچنان که در سایر عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، در عرصه حقوق بشر هم الان با یک وضعیت بحرانی و با یک تناقض بزرگ روبرو هست که باید پاسخگو باشه، چون از یک طرف این وضعیت جوشان اجتماعی و غلیانی که از قیام دیماه و فرازهای جدیدی که در تابستان گذشته شاهدش بودیم و ادامه اعتراضاتی که رژیم رو ناگزیر از بکارگیری ابزار سرکوب میکنه و از طرف دیگر سرفصلهایی مثل همین مقطعی که بهش اشاره کردین، یعنی کمیته سوم مجمع عمومی و جلسات مجمع عمومی که گزارشگر به اون گزارش داده و باید پاسخگو باشه. خب این موضوعاتی که طبعا الان موضوع مبتلا به جامعه ما هست در عرصه حقوق بشر، اونهایی که جامعه بین المللی هم در اون زمینه رژیم رو مورد سوال قرار میده، قبل از هر چیز سرکوب اعتراضات، اعتصابات، حق اجتماعات و آزادی بیان، همین اخیراً شاهد بودیم که احکامی صادر کردند، احکام زندان
برای خانم‌های جوانی که در قیام‌های دیماه دستگیر شده بودند یا باز جدیداً شاهد بودیم که تعدادی از هواداران مجاهدین رو در کوهکیلویه و بوی رحمت به زندان‌های از 8 تا 18 سال محکوم کردند به خاطر اینکه از نظر اونها برای شعار نویسی یا توهین به مقدسات، یعنی همون شعار فراگیر مرگ بر خامنه‌ای و درود بر رجوی، خب این کارا رو رژیم ناگزیر انجام بده برای اینکه از جامعه معترض ذره چشم بگیره، ولی از یک طرف خب باید پاسخگو باشه که برای یک شعار نویسی یا یک شرکت در یک تظاهرات که یک امر رایجیه در یک مثلا جامعه آزاد دموکراسی، چطور 8 تا 18 سال زندان و تبعید و این احکام، و از اون مهمتر مواردی از بازداشت شدگان قیام که بعد معلوم شد که زیر شکنجه به قتل رسیدن، و این در گزارش گزارشگر ویژن بهش اشاره شده، البته به صورت نکته‌ای، ولی به هر حال حداقل 14 نفر از کسانی که در اثنای قیام‌ها دستگیر شدن بعداً معلوم شد که وحشیانه و زیر شکنجه به شهادت رسیدن. این یکی دیگه از موضوعاتیه که طبعا روی میز هست. موضوع قتل عام زندانیان سیاسی سال 67، جنبش دادخواهی که در سال اخیر فراز جدیدی داشت، به خصوص بعد از اینکه وارد گزارش گزارشگر ویژه ایران شد، مقوله گورای دست جمعی، این هم از مسائل جدیه که الان سازمان ملل و نهادهاش درگیر اون هستن، یعنی باید مکانیسم های رسیدگی به اون رو پیدا کنند، و طبعا هر گذری یا هر سفری، این چیزی که رژیم هم مدعیش هست، یعنی گزارشگر مطالبه اون هست که اجازه بدن بره، نمیتونه انجام بشه الا اینکه همین گورای دست جمعی، همین خانواده های دادخواه قتل عام 67 بتونن اونجا صداشون رو برسونن. و همینطور مسئله اعدام ها که خب کماکان این رژیم رکورددار اعدام نسبت به جمعیتش هست، اعدام نوجوانان زیر 18 سال برخلاف تعهدات بین المللی که رژیم داشته، اینها همش در این گزارش اخیر هم که به کمیته سوم مجمع عمومی داده شده مستند شده، اگرچه این یک گزارش مقدماتی است. به هر حال این مواردی است که به صورت سرخطی یا تیترار میشه گفت که در این مقطع که مجمع عمومی به سمت تصویب قطعنامه دیگه‌ای در اواخر پاییز میره، بایستی رژیم در موردش پاسخگو باشه. البته همونطور که میدونید الان هم یک گزارشگر جدید برای مسئله وضعیت حقوق بشر در ایران تعیین شده و هم کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد اخیراً از همین تابستان گذشته شخصیت جدیدی، خانم باشره، در این موضع قرار گرفته به جای آقای زید، و این طبعا تاثیرگذاری و حرکت جدیدی رو و بیشتری رو از طرف مقاومت ایران، از طرف هیئت‌های مجاهدین در این عرصه‌ها می‌طلبید. خب قبل از هر چیز حضور فعال هیئت مجاهدین و مقاومت در این صحنه هاست که تأثیر می‌ذاره، یعنی مسئولین امر حقوق بشر در صحنه بین‌المللی، از سفرا، از کارشناسان حقوق بشر، از گزارشگران، از سازمان‌های غیر دولتی، قبل از هر چیز در مواجهه با این حضور فعال متوجه میشن که پرچم دفاع از حقوق مردم ایران، حقوق بشر در ایران افراشته است، در دست چه کسانی است، و این مقدم ترین و اصلی ترین وجه تاثیرگذاریه. و طبعا خب تاثیرگذاری از طریق مکانیزم های مختلفی هم هست که در اختیار سازمان های غیر دولتی هست، از جمله در همین شورای حقوق بشر که اخیرا در شهریور گذشته برگزار شده بود و در ژنو هیئتی از مقاومت حضور داشت. این مکانیزم ها هم سخنرانی های متعدد در اجلاس اصلی شورای حقوق بشر هست که نمایندگان همه کشورها حضور دارند، تشکیل جلسات کناری هست که جلسه ای مشخصا برای جمع‌بندی وضعیت کنونی
امر دادخواهی قطعنامه 67 و همینطور پیگیری مسائل نقض حقوق بشر در اثنای قیام ها در ایران تشکیل شد با حضور شخصیت های مختلفی که این در تلویزیون سیمای آزادی هم منعکس شد و همه اینها سرجمش در یک بیانیه کتبی که این هم یک شیوه دیگه تاثیرگذاری در این عرصه ها و این محیط هاست، بیانیه کتبی که 6 سازمان غیر دولتی تنظیم کردن و به صورت سند رسمی سازمان ملل به گردش در میاد. این از این جهت اهمیت داشت که در 30 سالگرد قتل عام 67 تمام وضعیت این 2 سال گذشته که این موضوع دادخواهی و موضوع قتل عام زندانی سیاسی در سال 67 وارد عرصه جدیدی شد و وارد مکانیزم ها و گزارشات و اسناد سازمان ملل شد، خطاب به همین گزارشگر جدید و خطاب به همین کمیسر عالی حقوق بشر خواهان این هست که این موضوع در دستور رسیدگی و مشخصا تشکیل یک کمیسیون تحقیق قرار بگیره. خب اینا ابزارها و مکانیزمایی که طبعا همه سازمانهای غیر دولتی به کار میگیرن، ولی به طور خاص هیئت مقاومت ایران و حضور فعال هواداران مجاهدین در این صحنه ها در واقع کمک میکنه که همین شیوه های معمول تاثیرگذاری بیشتر و فعالتری داشته باشه، چون با برخورد انسانی، با ملاقات، با تماس، با توضیح مفصل در صحنه توأم میشه. یکی از در واقع علل این که این موضوعات برخلاف خواست رژیم و برخلاف تمایل همین دشخیمان و شکنجهگران و سرکوبگران داخل کشور خفته و بسته و مسکوت نمیمونه و در عرصه بین المللی صدای دادخواهی خانواده های قتل عام 67 و صدای فریاد قیام کنندگان و کانون های شورشی و جوانان دلیر در صحنه رزم داخل کشور در صحنه های بین المللی هم بلند هست، به همین خاطر است. با سلام، خبرهای این ساعت را ادامه می دهیم. به دنبال ناپدید شدن هاشم خواستار، نماینده معلمان و از فعالان سرشناس حقوق فرهنگیان در مشهد، از روز سه‌شنبه اول آبان همسرش خانم صدیقه مالکی خبر داد. ایشان توسط اطلاعات سپاه دستگیر و در بیمارستان روانی ابن سینا بستری شده است و اجازه دیدار وی با خانواده‌اش به او داده نشده است. وی افزود بستری شدن خواستار در بخش اورژانس یک بیمارستان خاص بیماران روانی، یعنی یا داروی خاص به قصد کشتن به او تزریق شده و یا زیر شکنجه و یا حین بازداشت و یا ضرب و شتم مصدوم شده است. با توجه به اینکه بیمارستان ابن سینا در مشهد بیمارستان اینایی که اختلال روانی دارن هست، با پسرم رفتیم اونجا. از اول که میگفتن نه، بعد گفتن بابا دیروز خود اطلاعات سپاه شوهر من رو بوده، الان خودشون گفتن که شوهر شما تو بیمارستانه، حالا من نباید ببینم ایشون چجوریه، چه وضعیتی داره اینا. گفتن نه، ایشون ممنوع الملاقات در بخش بیماران خود ممنوع الملاقات. گفتم ایشون صحیح و سالم دیشون رفتن گلبهار، امروز در بخش بیماران خود بستری. گفتم خب اگر اونجوری هم هسته به من نشون بدین، شاید من بالاخره یک راه علاجی داشته باشه اینا دیگه. تا ساعت 3 بعد از ظهر اونجا منتظر شدیم، متاسفانه نه اجازه دادن که ایشون ملاقات کنیم، نه خبری دیگه به ما دادن و من خیلی نگرانم. صحیح و سالم بودن، کارای کشاورزی میکردن، ولی الان یک دفعه دیگه هم بردیم تو بخش اختلالات روانی. خیلی نگران شدیم، نمیدونم داریو بیشون دادن، نمیدونم ایشون کتک دادن، نمیدونم بیهوش هم، نمیدونم زنده هم، نمیدونم چه وضعیتی دارن. خیلی در بلا تکلیفی به سر میبرم.
مقاومت ایران از سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر خواهان پیگیری موضوع شده و اینکه قبل از هر چیز رژیم باید هاشم خواستار را آزاد کند. انتقال هاشم خواستار به بیمارستان روانی پس از افشای آدمربایی چیزی جز سرپوش گذاشتن بر جنایت نیست. کمیسیون آموزش پرورش شورای ملی مقاومت از جامعه بین‌المللی، دبیرکل ملل متحد، شورای امنیت، شورای حقوق بشر و گزارشگر ناپدید شدگان و گزارشگر ویژه ایران خواهان رسیدگی و اقدام فوری برای حفظ جان هاشم خواستار و تامین سلامت او شده است. قضای بلژیک حکم زندانی شدن دیپلمات تروریست حکومت آخوندی اسدالله اسدی را که به خاطر توطئه تروریستی علیه گردهمایی مقاومت ایران در پاریس در آلمان دستگیر و به بلژیک تحویل داده شد تمدید کرد. دادستانی فدرال بلژیک اعلام کرد قاضی تحقیق حکم ادامه بازداشت اسدالله اسدی را به منظور تکمیل تحقیقات برای قرار گرفتن وی در مقابل عدالت برای 4 ماه دیگر تمدید کرده است. دادستانی بلژیک گفت اسدالله اسدی به طرحی تروریستی برای بمب‌گذاری در گرد همایی اپوزیسیون ایران در پاریس پایتخت فرانسه متهم است. با نزدیک شدن زمان تحریم‌های نفتی آمریکا در 13 آبان، سفارت آمریکا در بروکسل طی پیامی گفت زمان تحمل رفتارهای شریرانه رژیم ایران در حال پایان یافتن است و کشورهای طرف معامله با رژیم ایران باید به معاملاتی که طبق این تحریم‌ها منع شده است خاتمه دهند تا در معرض پیامدهای آن قرار نگیرند. از سوی دیگر خبرگزاری رویترز به نقل از 3 دیپلمات اروپایی گزارش داد مکانیسم تسهیل پرداخت برای معامله با رژیم که توسط اتحادیه اروپا به طور نمادین از 13 آبان قرار است شروع شود در عمل تا اوایل سال آینده میلادی اجرایی نخواهد شد. 13 آبان موعد اجرایی تحریم‌های نفتی آمریکا علیه رژیم ایران است. رویترز به نقل از دیپلمات‌های آمریکایی گزارش داد مکانیسم جدید اتحادیه اروپا برای تجارت با رژیم ایران تا 4 نوامبر به طور سمبولیک آماده خواهد شد. اما این مکانیزم تا اوایل سال بعدی میلادی عملیاتی نخواهد بود. ریشارد کرنل، سفیر آمریکا در آلمان درباره انتشار این خبر گفت واقعیت این است که رهبران تجاری اروپا این سمبولیزم دولتی را نه نیاز دارند و نه می‌خواهند. مدیر عاملان اروپایی مستمراً به من می‌گویند که این سمبولیزم مشکل ساز و به دور از دسترس است. کشمکش باندهای حکومتی بر سر تن دادن رژیم به شرایط FATF همچنان ادامه دارد. به گزارشی در این باره توجه فرمایید. رسانه‌های رژیم روز چهارشنبه متن 2 نامه پاسدار علی لاریجانی رئیس مجلس ارتجا به آخوند هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام آخوندی را انتشار دادند که در آنها رئیس مجلس رژیم لوایح اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و الحاق به کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی کنوانسیون پالرمو به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده است. نامه‌های رئیس مجلس رژیم در روز 19 مهر یک روز پس از نامه‌های کدخدایی درباره عدم تایید این 2 لایحه ارسال شده بود. کدخدایی در این نامه‌ها عدم اعمال نظرات مجمع تشخیص نظام مبنی بر مغایرت برخی از مواد این مصوبات با سیاست‌های کل نظام را مطرح کرده بود. یک رسانه سپاه پاسداران نوشت بر این اساس سرنوشت این 2 لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص خواهد شد. پس از این نامه‌ها مجمع تشخیص مصلحت رژیم در غیاب آخوند هاشمی شاهرودی رئیس لوایح مربوط به FATF را بار دیگر به مجلس رژیم برگرداند. کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان ارتجا اعلام کرده بود که ایرادات این شورا در این لوایح برطرف شده اما هیئت عالی نظارت مجمع این مصوبات را به مجلس بازگردانده است. صدر عضو مجلس تشخیص مصلحت رژیم گفت لوایح مربوط به FATF در هیئت عالی نظارت با عجله و بدون حضور هاشمی شاهرودی مطرح شده و نظرات بقیه اخذ نشده است. در همین حال شماری از عوامل بسیج در حوزه قم تحت عنوان بسیج اساتید حوزه طی نامه‌ای به شورای نگهبان ارتجاع اعلام کردند که FATF
در تضاد با قانون اساسی رژیم و منافع نظام آخوندی است. در این نامه با حمله به روحانی و باند او آمده است، متاسفانه با وجود مخالفت صریح مراجع و جامعه مدرسین حوزه قم با تصویب لایحه FATF، برخی از نفوذی‌های دشمن و جمعی از روی غفلت زمینه تصویب این لایحه را فراهم کردند که در نهایت امکان حضور و نفوذ بیگانگان در مراکز حیاتی و اشراف اطلاعاتی و سیاسی را هم فراهم می‌آورد. در نامه شماری از عوامل بسیج در حوزه قم همچنین آمده است، کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم CFT که در راستای تعهدات دولت به نهاد FATF است، از نظام می‌خواهد هیچ گونه حق شرطی را مطرح نکند، دست از حمایت از تروریست‌ها بردارد، در صورت محکومیت کسانی چون قاسم سلیمانی توسط دادگاه‌های کشورهای غربی با آنها همکاری کامل قضایی داشته و حتی مسئله استرداد نیز مطرح شده است. یک رسانه باند خامنه‌ای نیز نوشت درباره FATF اشتباه نکنیم، این توصیه ها هدف نیست، یک ابزار است که اتحادیه اروپا و دولت روحانی روی استفاده از آن برای امتداد تحریم ها به داخل طواف کردند. پروژه خود تحریمی تا اینجا به خوبی در جمهوری اسلامی پیش رفته است. در تاریخ سابقه ندارد که دولتی برای انتفاع جامعه مصرفی خود از تجارت خارجی بازوهای اقتدارش را فلج کند. با سازوکار اتحادیه اروپا برای مبادلات پولی با ما حتی قطعات خودرو هم نمیتوان از اروپا خرید. دشمن قصد دارد بخش اقتصاد نظام را که عبارت است از حوزه‌های صنعتی، دفاعی، امنیتی، فرهنگی و غذایی از بخش غیر تحریمی که عبارت است از جامعه مصرفی تفکیک کرده و به یک دوگانگی و شکاف در داخل دامن بزند، به نحوی که از طریق FATF اطمینان حاصل شود که هیچ بخش تحریمی از تجارت خارجی منتفع نمی شود. سازوکار اروپا یک ترجمه دیگر برای پروژه نفت در برابر غذاست. از سوی دیگر نجفی سخنگوی کمیسیون امنیت مجلس رژیم گفت بسیاری از کشورها این نکته را به صورت شفاف به ما گفتند که اگر به FATF نپیوندید روابط دو جانبه ما با شما دچار مشکل می شود، و این کشورها الزاماً کشورهای غربی نبودند و بعضاً کشورهایی مانند چین و روسیه که روابط خوبی با آنها داریم نیز این مطلب را به ما گفتند. مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان درباره ورشکستگی بانک‌های رژیم گفت تمام بانک‌های کشور در وضعیت خوبی به سر نمی‌برند و اگر بانک سرمایه هم وضعیت خوبی ندارد در این شرایط می‌تواند اعلام ورشکستگی کند، چرا که این اقدام در اختیار بانک مرکزی است و بانک مرکزی اگر صلاح بداند اعلام ورشکستگی بانک‌ها را انجام می‌دهد. وی تأکید کرد اگر این نگاه را داشته باشیم 90% بانک‌ها عملاً ورشکسته هستند و هیچ یک وضعیت خوبی ندارند. وی افزود دولت آخوند روحانی 760 میلیارد تومان به صندوق فرهنگیان بدهکار است. مواد خوراکی و آشامیدنی در مهر ماه امسال نسبت به مهر سال گذشته حداقل به میزان 1/3 گران‌تر شده است. مرکز آمار رژیم با اشاره به تورم 45% خوراکی‌ها در مهر گذشته، فشار اقتصادی وارد شده بر طبقات کم درآمد را شدید ارزیابی کرد و نوشت آنها بیشترین تورم ماهانه را در 19 ماه اخیر تجربه کردند. یک خبرگزاری رژیم نیز از قیمت بسیار بالای ربع گوجه فرنگی به قیمت کیلوی حدود 18000 تومان و نقش شرکت‌های دولتی پتروشیمی در این گرانی خبر داد و نوشت با نوسانات چند ماه اخیر نرخ دلار، قیمت مواد اولیه بسته‌بندی به خصوص مواد پلاستیکی که توسط پتروشیمی‌های داخلی تولید می‌شود افزایش قابل توجهی داشته است، به گونه‌ای که محصولات خوراکی که بسته‌بندی پلاستیکی و فلزی دارند بعضاً به صورت هفتگی با افزایش قیمت مواجه شدند. یک رسانه دیگر رژیم نیز نوشت قیمت مسکن در تهران طی مهر ماه امسال نسبت به مهر ماه سال گذشته 83% افزایش یافته است. متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در مهر ماه گذشته 4,715,000 تومان بود که در مهر امسال با 83% افزایش به 8 میلیون و
600 هزار تومان رسیده است. ادامه خبرها. پاسداران جنایتکار خامنه‌ای روز سه‌شنبه در منطقه شپیران سلماس با شلیک مستقیم به سمت گروهی از کولبران یک کولبر زحمتکش کرد را کشته و یک تن دیگر را به شدت زخمی کردند. کولبر کشته شده 26 ساله بود. حال کولبر زخمی که در بیمارستان بستری شده وخیم گزارش شده است. گزارش‌ها همچنین حاکی است که علی نصیری کولبر زحمتکشی که 6 روز پیش توسط ماموران جنایتکار خامنه‌ای مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود، روز چهارشنبه در بیمارستان مهاباد درگذشت. بنا به خبر دیگری، بیدادگاه رژیم در سردشت 15 کولبر اهل این شهر را تنها به خاطر تلاش و مایه گذاشتن از جان خود برای تامین هزینه خانواده جمعاً به 9 سال و 6 ماه زندان و پرداخت 125 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم کرد. خبرگزاری رسمی رژیم آخوندی از کشته شدن دو تن از عوامل بسیج ضد مردمی در منطقه سرواباد در کردستان خبر داد. این خبرگزاری حکومتی نوشت این دو نفر ساعت 8 صبح پنجشنبه از پایگاه هانیلار منطقه حفاظت شده کوسالان باز می‌گشتند که در یک کمین کشته شدند. در همین حال خبرگزاری باست نیوز در اقلیم کردستان عراق گزارش داد در درگیری که صبح پنجشنبه در کوهستان‌های سرواباد رخ داد، دست کم 4 عضو سپاه پاسداران کشته شدند. در یک توافق دیگر بین کره جنوبی و کره شمالی، منطقه مرزی مسلح بین دو کشور به وضعیت صلح‌آمیز و غیر مسلح تغییر وضعیت داده. بر اساس این توافق، نگهبانان در منطقه امنیتی مشترک بین دو کشور کره جنوبی و شمالی موسوم به دهکده صلح پانومنجوم در روز پنجشنبه غیر مسلح شدند. سخنگوی وزارت دفاع کره جنوبی درباره تکمیل این روند گفت تا صبح جمعه هر دو طرف به طور کامل خلع سلاح خواهند شد و مرزبانان غیر مسلح کار خود را آغاز خواهند کرد. آخرین خبر این ساعت، مقام‌های امنیتی آمریکا از ارسال بسته‌های مشکوک به هیلاری کلینتون، باراک اوباما و چند تن از اعضای کنگره و شخصیت‌های سیاسی این کشور خبر دادند. به گزارش رسانه‌های آمریکا، دست کم 9 بسته مشکوک حاوی بمب‌های دستساز به نیویورک، واشنگتن، فلوریدا، دلاور و کالیفرنیا برای چهره‌های این کشور ارسال شده که در میان آنها 7 مقام ارشد سابق و فعلی حزب دموکرات از جمله هیلاری کلینتون، باراک اوباما، جو بایدن و ماکسین واترز دیده می شوند. دونالد ترامپ و معاون او مایک پنس این حملات را بزدلانه توصیف کرده و محکوم کردند. بینندگان عزیز، اخبار این ساعت پس از پخش عناوین خبرها به پایان می رسد. یادآوری می کنیم که در ساعت 21 به وقت ایران، 19:30 دقیقه به وقت اروپا، برنامه گواهی تاریخی از نگاه و نطق‌های دکتر محمد مصدق قسمت دوم پخش خواهد شد. همه شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار. خدا نگهدار.